بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز هست در کشور ما با حضور دکتر مرتضوی رئیس استاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. منتها این مرتبه نکته من بعد عرض بکنم، یعنی نکته یه مروری بکنم آقای دکتر. یه قانون داشتیم ما سال 1312 در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بسیار خب، 78 سال پیش تا به الان این قانون ادوار مختلف مجلس قبل از انقلاب بعد از انقلاب هیچ کدوم از آقایون توجه نکردن به این قانون. قانون گمرک رو داشتیم 40 سال پیش، یه قانون سه دوره پیش مجلس، 10 سال پیش در مجلس گیر کرده، هنوز نیومده بیرون. نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته، رجوع به کدام قوانین دقیقاً صادق هست و مصداق قرار میگیره بحث ما هست. حالا یک پیشنویس قانونی رو دقیقاً من بخوام عرض کنم، پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درسته آقای دکتر؟ این هم با اجازه شما خب رفته به مجلس، اعلام وصول هم شده. متوجه نگرانی جدی وجود داره. اون که 78 سال پیشه، این یکی هم که مال 40 سال پیشه، اون یکی هم که 10 سال گیر کرد تو مجلس، این یکی هم میره احتمالاً یه ضرب و تقسیم بکنیم، یه آماری به ما میده، میترسیم که گیر بکنه با 15 سال 20 سال دیگه یه نفر دیگه بیاد بشینه بگه نه این قانونم گیر کرد، یه قانون جدید ما باید بدیم. همینجوری به تواتر گل و بلبل دیگه آقای دکتر. ببینید در رابطه با بحث لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، من تصورم اینه هست که مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای تصویب اون داره. اگر که تو مراحل اجرایی گیر نکنه و خب بجد عمر مجلس هم تا پایان سال هست و باید یه همت مضاعفی باشه برای تصویب این قانون. در رابطه با ادوار مختلف که فرمودید، ببینید بحث لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای متمادی قبل هم دولت هم مجلس نگران این کمبود قانون، ضعف قانون و نقصان قانون بودند، منتها نتیجه نهایی حاصل نشد. دولت هشتم یه لایحه رو فرستاد به مجلس ششم، بله. گیر که اصلا فکر کنم عوض شد و رفت. بله. همون بسته. آره ببینید، بعد از فرمان مقام معظم رهبری که سال 1381 صادر شد، سال 82 دولت سابق زمان آقای خاتمی یه لایحه‌ای را تنظیم کردن که البته جامعیت لایحه الان را نداره به هیچ وجه، منتها فرستادن مجلس، اونجا کمیسیون قضایی مجلس بررسی کرد. آقای کاظمی من یادم هست تو صورت مذاکرات مجلس هم مطالعه کردم، در صحن علنی مجلس مطرح شد، ایشون اومد ضرورت‌های لزوم یه لایحه جدید، قانون جدید را تبیین کرد و در جلسه صبح مجلس دوره ششم با اکثریت آرا تصویب شد این لایحه. منتها یه کار خیلی عجیبی شد و اونم این که حدود ساعت‌های 12 تو شرح جلسات مجلس نوشته، حدود ساعت‌های 12 یه نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس رسید که آقا این از خود نمایندگان که آقا این تصویب این لایحه و این قانون به صورت قیام و قعودی بوده و ما تشکیک داریم نسبت به آرا، این حقشون هست قانونی تشکیک کنن. وقتی تشکیک کردن باید با ورقه رای گیری شه. در اون زمان آقای انصاری تو صورت مذاکرات مجلس نوشته که توضیح دادن که نزدیک 40-50 نفر از نمایندگانی که طرفدار این لایحه بودن خارج شدن از مجلس. بله، چون خیالشون راحت بوده که تصویب شده رفتن دیگه. بعد به رأی گذاشتن و چون حد نصاب نداشت و حد نصاب نیاورد، به عنوانی که این تصویب نشده دیگه تو جلسه فردا اینکه اصلاحی بشه از روند خارج شد، بایگانی شد. مجلس هفتم و هشتم هم دیگه به لایحه هایی که بایگانی میشه در دوره قبل توجه نکرد. خود خب دولت هم پیگیری نشد، دولت های خاتمی، دولت های احمدی نکردن و دیگه این لایحه همینطور بایگانی شد و تمام شد. در دوره اخیر سال 1388 زمانی که من منصوب شدم به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با جمیع پرسنل و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که عضو ستاد هستند، من جلساتی را تشکیل دادم و آسیب شناسی کردم بحث قاچاق را.
گفتیم ما همون ابتدا که میخوایم ورود پیدا کنیم به این عرصه مبارزه باید ببینیم که گذشتگان چه موانعی داشتن که موفقیت خوبی حاصل نشده. این آسیب شناسی که من کردم حدود 200 فقره از پرونده های حرفه‌ای باندی سازمان یافته و قاچاق کلان را آوردم رسیدگی کردم و برای هر کدوم از اونها فرم تعیین کردم. دیدم بیش از 90% این پرونده ها که به نتیجه نرسیده علت اصلیش ضعف قانونه، نداشتن قانون جامع هست، تناقض در مواد قانون هست که در واقع مجرمین سازمانی یافته و حرفه‌ای با بهره‌گیری از وکلای زبردست هر جرمی مرتکب شدن تونستن در مراحل مختلف قضایی چیکار کنن؟ بله، از زیر بار مجازات شونه خالی کنن. یه آمار بسیار مهمی که وجود داشت این بود که ببینید ما الان از تعداد پرونده هایی که قاچاق میکنن تو کلامتون 3 دقیقه ما فرصت داریم کلی بحثمون مونده. بله، یه درصد خیلی کمیش کشف میشه. از این درصدی که کشف میشه میره مرجع قضایی حکم میخوره، اونایی که محکوم میشن دارای یه درصد پایینی هستن محکوم میشن. از احکام قطعی که صادر میشه لازم الاجراست کمتر از 3%شون اجرا میشه، بقیهشون به جهت دور زدن قانون از حکمشون اجرا یعنی نمیشه. 97% قریب به 100% میشه که حکمشون اجرا نمیشه. چرا؟ چون ما قانون اجرای احکام در بحث قاچاق نداریم، باید برای اجرای حکم به قانون محکومیت های مالی استناد کنیم که در واقع همون قانونی هست که برای گرفتن مهریه میخواییم چی کار کنیم استناد کنیم، قاچاق هم از همون قانون میخواییم استفاده کنیم. طرفی که مهریه رو میخواه پرداخت کنیم مجرم نیست، بس نیست. اینه که بل. مجرم نیست بل. این به عنوان قانون محکومیت های مالی استناد میکنن. بعد مسئله ای که اونجاست بیش از 2 سال فرد را نمیشه نگردارن، وقتی 2 سال موند کلا پروندهش مختومه میشه، یعنی یه فرد با صدها میلیارد تومان یا یه فردی با 10 میلیون تومان جریمه اگر باشه همین 2 سال را که تحمل کرد بعدش دیگه بر اساس هر روز جریمه ای که حساب میشه آزادش میکنن. لذا مجرمین سازمان یافته و حرفه‌ای میرن یکی از پرسنلشون کاریگراشون رو جلو میکنن، او مسئولیت قبول میکنه و خودشون هستن. نواقص قانونی هم که ما داریم جرایم سازمان یافته حرفه‌ای اینها پیش بینی نشده. خب ضعف قوانین ما، قوانین فعلی، ویژگی های این لایحه که الان همه این ضعف ها را پوشش داده و خوشبختانه فوریتش هم در مجلس تصویب شد، در دولت فوریتش تصویب شد، یک فوریتی تصویب شد و الان در کمیسیون اقتصاد هم که رفته کلیاتش تصویب شده. در واقع پرداختن به نوآوری های لایحه و چگونگی پوشش ضعف قبلی قوانین کاملا یه وقت مستوفایی میخواد که خدمتتون عرض بکنم. همین باید در خدمتتون باشه. خدمتتون عرض بکنم که ما تو این برنامه به این نتیجه رسیدیم که چرا، یعنی عملا خیلی پس دوستان راحت و آزاد بودن در ورود و خروج کالای قاچاق و دیگه تو این برنامه به این نتیجه رسیدیم که نباید تعجب بکنیم که این مشکلات رو ما داشتیم، چون عملا قانونی نداشتیم. و وقتی که شما میفرمایید 97% از مجرمین بزرگ قاچاق کالا و ارز راحت میتونن برن و بیان و راحتش ببرند و برگردن، تو این برنامه به این نتیجه رسیدیم که عدم قانون بوده. حالا بحث ویژگی ها، بحث ضرورت ها، من کمبود ها، همه نواقص، همه موارد رو در مورد این قانون میخواستم از حضورتون بپرسم. بیام بحث قاچاق سوخت رو هم از حضورتون بپرسم که الان با وجود سهمیه بندی و قانون هدفمندی یارانه ها باز هم هنوز میشنویم بحثه، مطابق فرصت نمیشه. من مایلم از شما باز دعوت بکنم توی برنامه دیگه تشریف بیارید و خدمتتون باشیم، مطابق نمیدونم دقیقاً چقدر فرصت داریم که من یه آها خیلی خوب بچه 5-6 دقیقه ما وقت دارن، ممنونم. آی دکتر میخواین در مورد ویژگی ها صحبت بکنیم یا ضرورت های این قانون، یا نه اگر مایل هستید بحث قاچاق سوخت رو داشته باشیم این رو بذاریم توی برنامه مفصل، حالا خودتون هر جور سلام نمیکنه. من حالا به شروع کنیم بریم جلو تا هر جور رسیدیم دیگه تو این 5-6 دقیقه. ببینید
یه اشاره میکنم. خب بحث در رابطه با هر دو موضوعی که شما مطرح کردید یک فرصت مصطفی میخواد که حداقل‌های موضوع گفته بشه. ببینید لایحه در 74 ماده به 69 تبصره تدوین شده. این لایحه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از اعضای ستاد، همه نهادها و ارگانهایی که دستندرکار مبارزه هستند، حقوقدانان، اساتید دانشگاه استفاده کردیم و یک لایحه و قانون علمی و بروزی تدوین شده. الگو برداری هم شده. بله بله، مسائل تطبیقی در اون آوردیم، حتی به مبارزه با بحث قاچاق کالا و ارز پیش از مبادی هم پرداختیم، یعنی امور بین المللی هم در این لایحه پیش بینی شده. هم خروج دیگه. بله بله، با استفاده از مقررات بین المللی و یک در واقع قانون پیشرفته و جامعی تدوین شده که تا به حال هم مورد استقبال هم دولت هم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. مطلبی که در این لایحه جزء ویژگی های این لایحه هست این هست که تمام نواقص و ضعف‌های قانونی که ما الان داریم در این پیشبینی شده و رفع شده. این یکی از ویژگی‌هاش هست که پرداختن به اون و شمارش اون وقت مصطفایی میخواد. در واقع یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام دولت محترم این هست که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته، مجرمین حرفه‌ای و جرایم کلان. در این لایحه در واقع تأکید قانونگذار رو برخورد با مجرمین حرفه‌ای، سازمان یافته و کلان هست. مسائل مختلفی در رابطه با بحث پیشگیری اینجا دیده شده که ما اصلا مقرراتمون به گونه ای باشه، سازمان ها و نهادهامون به گونه ای عمل کنند که پیشگیری بشه از بحث قاچاق و برخوردهای فیزیکی و اینها به حداقل برسه. یعنی دیگه عملا عملیات قاچاق انجام نشه. انجام نشه. مثلا ببینید بحث ایران کد یا RFID که استفاده از فناوری روز هست در این لایحه دیده شده. وزارت صنعت و معدن و تجارت که قبلا هم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن وظیفه هایی را بر عهده داشتن، اینجا مشخصا وظایفشون احصا شده، زمان بندی شده اجراش، و اگر کالایی این مشخصات را نداشته باشه ضمانت اجرایش اینه که قاچاق شناخته شده. مباحث اگر ایران کد نداشته باشه. بله بله مباحث. ببینید حالا با یک توضیح ساده شما متوجه میشید کالا از هر مرزی وارد شه با توجه به گستردگی مرزهای آبی و خاکی ما که وارد کشور بشه، ما باید یک ایران کد روی این کالا مشاهده بکنیم. یعنی از اونی که از گمرک میاد دیگه. میاد. بله، کسی که تاجر هست تجارت قانونی کرده ثبت سفارش که میده باید این ایران کد را روی کالاش درج کنه. بنابراین وقتی میاد با اون مشخصات فنی که داره و بارکدهای سه‌بعدی که پیش بینی شده امکان جعلش نیست، با هر دستگاه خیلی ساده‌ای میشه این را بخونن و مشخص کنن که این کالا مال چه کشوریه، قیمتش چنده، مشخصات فنیش چیه، تاریخ انقضائش کی هست، و در نتیجه مصرف کننده متوجه بشه که این کالا قاچاق نیست. این یک بحث هست. اون تراشه های رادیویی که RFID نام داره رو کالاهای صنعتی و بزرگ نصب میشه که همین ویژگی را داره، و لامحاله وقتی که مأمور تظاهرات حکومتی، نیرو انتظامی، وزارت اطلاعات تو بازار میرن برای بازرسی، هر کالایی که وقتی این قانون اجرا شد با بارکد خوان یا حتی با موبایل میشه تصویر برداری کنن، به اون سامانه SMS کنن تصویر را جواب بگیرن. یعنی اگر که به بازار مراجعه کنیم
مأمور ما مراجعه کنه، همین ظاهر کالاها رو که میبینه اگه این مشخصات رو نداشت میتونه ضبط کنه، بگه این جنس جنس قاچاق. پس ما میتونیم عبارت ضابط رو بذاریم برای نیروی انتظامی، برای وزارت اطلاعات، برای تعزیرات و برای وزارت صنعت و همه مأمورینی که وظیفه مبارزه با برای مبارزه با قاچاق کالا.